سازمان عفو بین الملل میگوید دولت ایران حاضر نیست در مورد کسانی که آنها را ناپدید شدگان قهری سال 67 نامیده تحقیق کند. ناپدید شده قهری تعریفی است بین المللی درباره موقعیت کسانی که به دست یک حکومت ناپدید شدند و درباره آنها به بازماندگانشان اطلاعاتی داده نمی شود. شمار زیادی از زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال 67 به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام شدند. این زندانیان از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های سیاسی چپ بودند. اعدام آنها را مدت‌ها بعد به خانواده‌هایشان اطلاع دادند، اما محل دفن آنها هنوز هم برای خانواده‌ها روشن نیست. نهادهای حقوق بشری می‌گویند که این تنها یک بحث تاریخی نیست، بلکه جمهوری اسلامی هنوز هم با بعضی از محکومان سیاسی و امنیتی رفتاری مشابه دارد و بعد از اعدام آنها پیکرشان را به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهد و اجازه برگزاری مراسم را هم نمی‌دهد. جیار گل گزارش می‌دهد. فعالان حقوق بشر اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 را جراحتی عمیق و چرکین بر تاریخ معاصر ایران می‌دانند. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. اما جمهوری اسلامی آن را پاکسازی ضروری برای تثبیت نظام می‌خواند. با اینکه بچه بودم حتی بازم درک می‌کردم که مادر بزرگ من با یه غمی منو نگاه می‌کنه. واقعاً سنگینی اون غم رو حتی منم احساس می‌کردم. همه ما عاشقانه دوستش داشتیم. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یک زمانی بتونم تحمل کنم نبودشو. الان 30 سال میگذره، 31 سال میگذره، ولی هنوز هم فکر میکنم که بخشی از وجودمه. داستان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 داستان پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزندان است که هنوز منتظر نشانی از عزیزانشان هستند. آنان حتی از داشتن سنگ قبری ساده محرومند. ما سنتاً چه به لحاظ دینی و چه به لحاظ عرف اجتماعی آدم خب دوست داره، بالاخره یعنی میخواد که بدن عزیزش رو بگیره و خودش دفن کنه و خلاصه گورش رو بدونه کجاست. از این بابت خیلی با آدم فشار میاد، خیلی سخته. در تابستان 1367 هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی با فتوای آیت الله خمینی در عرض چند دقیقه محاکمه و به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. آنان در گروه‌های دست جمعی و مخفیانه دفن شدند. عفو بین الملل میگوید بیش از 30 گور دست جمعی در سراسر ایران وجود دارد. مادرم یک ماه دنبال اینا تو تمام زندان ها میگشت. بعد از یک ماه برگشت بابل که همین مثلا اواخر مرداد بود، گفتش که من پسرام نیستن، شما به من گفتین این زندان هستن، سریع ملاقات بدیم، من نمیتونم، من دیگه تحمل ندارم، من مادرم خیلی. ما باید پاسخ بدیم؟ برای رهبران جمهوری اسلامی آنون دشمنان قسم خورده بودند. وقتی جواب نمیدم حقوقی و آقا اونجا توی دادگاه اون قاضی خوب عمل کرد، اون قاضی بد عمل کرد، نمیدم پرونده خوب بسته شد، خب بله این قوه قضاییه امروز هم شاید خیلی ضعف داشته باشه، یه جا اشتباه کرده باشه. این حرفا چیه الان تو کشور ما میزنیم؟ بعضن هی گفته میشه آقا تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخه. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دو تن از اعضای کمیته‌ای بودند که حکم اعدام هزاران زندانی را در دهه 60 صادر کردند، کمیته‌ای که به هیئت مرگ شهرت دارند. به نظر من بزرگترین جنایت این بخشی از نوار صوتی آیت الله حسین علی منتظری در بحبوحه اعدام‌ها با بعضی از اعضای این کمیته در سال 67 است. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن. آیت الله منتظری قام مقام وقت رهبر تنها مقام بلندپایه ایران بود که به این اعدام ها اعتراض کرد، موضعی که باعث شد آیت الله خمینی او را عزل کند. متاسفانه اون نوار از روی خیانت پخش شد و خیانتی بود به انقلاب، به امام، حتی به آقای منتظری که امام خب تصمیم گرفت مثلا همون جلسه و انتشار همون مطالب سبب عزل آقای منتظری شد.
اعدام مخالفان و دفن مخفیانه آنها از سالهای اول انقلاب شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. در چند سال گذشته چندین زندانی سیاسی و عقیدتی کرد اعدام شدند و جنازه های آنها هیچگاه تحویل خانواده هایشان داده نشد. سال گذشته سازمان ملل نام فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را در لیست ناپدید شده های قهری گذاشت. آنها زندانیان کرد بودند که حدود 7 سال پیش اعدام شدند و نیروهای امنیتی آنها را مخفیانه دفن کردند. وقتی که پیکر رو نمیگیره، نمیدونه، نمیبینه و محلش هم نمیدونه، خب این خیلی سخت. در آستانه روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری، عفو بین الملل در چارچوب قوانین بین المللی از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته درباره ناپدید شدگان قهری سال 67 و چند سال گذشته تحقیق و عدالت را اجرا کند. خواسته ای که تحقیق آن ممکن نیست، چرا که کسانی که امروز سکان دستگاه قضایی ایران را در دست دارند خود عاملان اعدام های 4 دهه گذشته در ایرانند. ژیارگل، بی بی سی. برای بحث درباره این موضوع دو مهمان داریم. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان از لاهه هلند، با مساقه احمدی نیاز، وکیل رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی هم بودن، و خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل اینجا هستن. خوش آمد میگم بهتون. خانم بحرینی، ممکنه اول به ما توضیح بدید این عبارت ناپدید شده قهری چه معنایی داره و چرا به اعدامی های سال 67 چنین عبارتی اطلاق شده؟ ناپدیدسازی قهری یک جرمیه که در قوانین بین المللی تعریف شده و زمانی این جرم ارتکاب پیدا میکنه که حکومتی فرد بازداشت شده رو در واقع در یک شرایطی خارج از شمول دایره قانون قرار بده و در مورد سرنوشت و محل نگهداریش پنهانکاری بکنه. مطابق قوانین بین المللی اگر فرد ناپدید شده در زندان کشته بشه و جونش رو از دست بده، مقام ها موظف هستن که برای شفاف سازی سرنوشت محل دفن اون فرد رو هم مشخص بکنن و زمینه بازگردوندن بقایاش به خانواده رو هم فراهم بکنن، و اگر این اتفاق صورت نگیره جرم ناپدیدسازی قهری متوقف شده در نظر گرفته نمیشه تا زمانی که این شفاف سازی صورت بگیره. با توجه به این تعریف بین المللی، عفو بین الملل نتیجه گیری کرده که علاوه بر ارتکاب جرم قتل یا اعدام فراقضایی که در تابستان 67 صورت گرفت، در طی 30 سال گذشته مقام های ایرانی مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری هم شدن. این جرمیه که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم تعریف شده و با توجه به اینکه ابعادش گسترده و سازمان یافته است، جنایت علیه بشریت هم محسوب میشه. این جرم علیه خانواده هاست یا علیه شخص قربانی است؟ مطابق قوانین بین المللی قربانی جرم ناپدیدسازی قهری همون فردیه که کشته شده و ناپدید شده، و هم خانواده اون فرد و بستگان درجه یکش که متحمل درد و رنج شدن به خاطر این پنهانکاری، چون این پنهانکاری یک خانواده رو در یک حالت تعلیق قرار میده و نوعی درد و استراب و شرایط انتظار و ابهام رو براشون ایجاد میکنه که به گفته کارگروه ناپدید شدگان سازمان ملل مصداق نوعی شکنجه روانی هم میتونه باشه. و آیا سازمان ملل هم با این تعریف سازمان عفو بین الملل موافق هست در این زمینه؟ ما اتفاقا اتکا کردیم به تفسیریه های عمومی کارگروه ناپدید شدگان قهری سازمان ملل که در خصوص این رنجی که به خانواده ها وارد میشه وقتی جسد رو پس نمیدن صحبت کرده. دیوان بین آمریکایی حقوق بشر هم در کشورهای لاتین آمریکا این موضوع بوده در گذشته و حکم های مرتبطی به وضعیت ایران رو داره که ما به اونها هم استناد کردیم در گذشته. بذارید آقای احمدی نیاز رو وارد این بحث بکنیم. آقای احمدی نیاز، شما کسی هستید که فکر میکنید که این یک اتفاق تاریخی نیست، هنوز هم در جریانه. ممکنه بیشتر به ما توضیح بدید که برای چی چنین نظری دارید؟ سال به صورت سیستماتیک و هدفمند نسبت به ناپدید سازی یا ناپدید کردن اشخاص مخالف جمهوری اسلامی ایران داره اقدام میکنه. وفق ماده دو خود کنوانسیون حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن اجباری در ماده دو به طور کامل اینو تعریف میکنه. لذا از سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز که قریب 40 سال داره سپری میشه، چه در دهه 60 که خصوصا سال 67 و
چه در همین دهه 90 به طور کامل ما شاهد این هستیم در موارد بسیار زیادی نهادهای امنیتی و قضایی ایران نسبت به این عمل که حسب ماده 5 از خود کنوانسیون و ایزن خود اساسنامه دادگاه ICC یا دادگاه اساسنامه روم دیوان بین‌المللی کیفری اینو در قالب جنایت علیه بشریت قرار داره، داره اقدام میکنه. بنابراین این یک امر اتفاقی نیست بلکه یک امر سیستماتیک هست که جمهوری اسلامی ایران در روی خود داره اقدام میکنه و شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهادی که این تصمیم رو به نهادهای زیر مجموعی خودش داده داره این کار رو انجام میده. خانم بحرینی، اشاره آقای احمدی نیاز رو شنیدید، این بحث جنایت علیه بشریت هست، ایشون بهش اشاره میکنن. بحث این هستش که خب اگر سازمان ملل همین ها رو قبول داره، تا کجا امکان پیگیری برای بازماندگان هست؟ ما پیشتر امروز با آقای لاهیجی صحبت کردیم، گفتن که دادگاه های بین المللی که معمولا به این جور مسائل رسیدگی می کنند عطف به ما سبق نمیشن، یعنی به مسائل تاریخی نمیپردازن. آیا بازماندگان 67 راهی برای پیگیری بین المللی دارند؟ متاسفانه مکانیزم های بین المللی در این زمینه محدوده. اگر منظورمون پیگرد کیفری باشه راه بسیار دشواره. اگر در نظر بگیریم که جرم ناپدیدسازی قهری داره همین امروز در سال 2019 میلادی اتفاق میفته، تا حدی مسئله عطف به ما سبق بودن حل میشه، به خاطر اینکه ما فقط در مورد اتفاقات در سال 1988 میلادی صحبت نمی کنیم. ولی علاوه بر پیگیری کیفری راهکارهای دیگه هم هست از طریق مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل. مثلا کارگروه ناپدید شدگان قهری سازمان ملل شکایت خانواده ها رو میپذیره و این یک فشاری رو بر مقام های ایرانی وارد میکنه که در رابطه با سرنوشت اعدام شدگان تابستان 67 شفافسازی بکنن. اما درخواست عفو بین الملل از سازمان ملل اینه که یک کمیسیون تحقیق مستقل تشکیل بده و زمینه رو برای کشف حقیقت و برقراری عدالت فراهم بکنه. از نظر عفو بین الملل سازمان ملل مرتکب قصور جدی در طی دهه‌های گذشته در رابطه با قربانیان کشتار 67 شد. و آقای احمدی نیاز، شما معتقدید که برای بعضی از کسانی که شما موکل شما بودن، شما وکیلشون بودید، هم این اتفاق افتاده به این صورت که پیکر اونها بعد از اعدام تحویل خانواده داده نشده و اجازه عزاداری هم داده نشده؟ ممکن اول راجع به این توضیح بدید که چرا به این وضعیت هم شما ناپدید شده اطلاق میکنید؟ در قسمت ذیل ماده 2 خود کنوانسیون تعریفی که اعلام کرده در ناپدید شدن اجباری، عدم تحویل پیکر یا جنازه فرد اعدام شده به خانواده یا والدین، اینها در شمار همین امر قرار میگیره. یعنی این تعریف موثق و گسترده این هست و این افراد رو در بر میگیره که این هم در قالب جنایت علیه بشریت قلمداد میشه. در ماده 24، حالا من در تکمیل فرمایش خانم بحرینی بگم، در ماده 24 این کنوانسیون به نوعی یک مکانیسم نظارتی و تضمینی برای این امر در نظر گرفته از جبران خسارات وارده به اینها تا موارد دیگه. اما چیزی که وجود داره اینه که این افرادی که در سالیان اخیر از مبارزین کرد که توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شدن، به طور کامل اینها حق خود خانواده ها به طور کامل پایمال میشه. این خانواده ها از جنازه های این عزیزانشون محروم میشن و به طور کامل نمیتونن اونها رو دریافت بکنن و از حق برخورداری از حقوقی که ناشی از این امر هست به طور کامل اینها محروم از این حق هستن. لذا تمام این افراد در چارچوب این کنوانسیون قرار میگیرند. و آیا شما به عنوان وکیل این افراد، وکیل خانواده های اونها، تلاشی کردید که پرونده اونها را در مجامع بین المللی مطرح کنید، در دادگاه های بین المللی مطرح بکنید؟ ببینید، ما در نظام کیفری ایران یا نظام حقوقی ایران، اگرچه در بند 6 ماده اصل 2 قانون اساسی یا اصل 20، 22، 32، 34، 39 قانون اساسی به طور کامل به صورت کلی اشاراتی به این امور شده، یا در مواد 573 تا 74 از قانون یا 75 از قانون مجازات اسلامی اشاراتی شده، ولی متاسفانه اون مکانیسم کامل در نظام قضایی برای پیگیری این امر وجود نداره، چون متاسفانه دستگاه قضایی ایران یک دستگاه وابسته است، واقعا یک دادرسی منصفانه و عادلانه است و در اونجا چون که زور در این نظام قضایی بیشتر بر خواست حقوقی مردم حاکم است، نمیشه در درون ایران اینو پیگیری کرد. علاوه بر اینکه ما درخواست‌های مختلفی دادیم، خود بنده و همکارانم
درخواست کردیم اما متاسفانه ما با هیچ پاسخ مثبتی مواجه نشدیم. در عرصه بین المللی این مواردی که در سالیان اخیر اتفاق افتاده در چارچوب کنوانسیون قرار میگیره، اما متاسفانه ایران در چارچوب این کنوانسیون قرار نمیگیره و هیچ مسئولیتی در قبال این قرار نداره. فقط مکانیسمی که برای ما وجود داره اینه که از طریق سازمان‌های بین‌المللی بخواهیم ایران را در چارچوب بحث تحریم‌های حقوق بشری قرار بدیم و فشارهایی که بر ایران وارد میشه در این چارچوب قرار بگیره. متشکرم آقای احمدی نیاز. و خانم بحرینی، با این حساب شما گفتید که ناامید هستید از عملکرد سازمان ملل در این زمینه، به نظر شما خیلی کوتاهی شده، امیدوار هستید که از این به بعد اقدام جدی صورت بگیره؟ در هر حال این تلاشی که عفو بین الملل در حال حاضر داره انجام میده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل هم درخواست کرده که در بررسی ادواری ایران به این موضوع بپردازه. کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل که مستقل هستن هم میتونن به شکایت‌ها رسیدگی بکنن. راه طولانی در پیشه تا روزی که امکان شناسایی گروه‌های جمعی در نقاط مختلف کشور فراهم بشه، و در هر حال این تلاش برای دادخواهی متوقف نخواهد شد روزی که در ایران هم مثل کشورهای دیگه این گورهای جمعی شکافته بشن، اجساد و بقایا شناسایی بشن و خانواده ها امکان بازپس گرفتن عزیزانشون رو پیدا بکنن و در عموم جامعه هم حقیقت این جنایت مشخص بشه. چون جنایت علیه بشریت همونطور که از اسمش پیداست فقط جنایتی علیه خانواده ها و قربانیان نیست، جنایتی علیه کل جامعه بشری و روح و وجدان جامعه بشری رو به درد میاره. و این اتفاقاتی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده نشون میده که علارغم روایت‌های تحریف‌آمیز مقام‌های ایرانی و تلاششون برای به فراموشی سپردن، با گذر زمان این تلاش‌ها و فعالیت‌ها در زمینه دادخواهی نتیجه داده و میشه امیدوار بود که یک روزی در ایران هم حقیقت برملا بشه و عدالت اجرا بشه. متشکرم راها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، و حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری. عذرخواهی می‌کنم به خاطر کیفیت تصویری آقای احمدی نیاز.